در سالهای اخیر در کنار مردان، زنان نیز به سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های گسترده در بخش‌های تولیدی و خدماتی دل بستند. آنچنان که در حال حاضر ده‌ها کارخانه و شرکت‌های کوچک در کشور از سوی زنان رهبری می‌شوند. اینجا یک زن در بخش خدمات اینترنتی $200,000 سرمایه گذاری کرده است و شرکتی را زیر نام فایبر سد ایجاد کرده است. در حال حاضر در کنار شرکت های خصوصی و نهادهای دولتی به خانه ها نیز خدمات اینترنتی عرضه می کند. مثلا این شرکت می گویند در نخست کاربارشان رونق خوب نداشت، اما اکنون با ارائه خدمات با کیفیت توانستند مشتریان زیادی را جذب کنند. شریای ما از شرکت های گوناگون هستند. ما بیشتر شرکت ها، یعنی تارگت ما هم هوم یوزر است، کسایی که از خانه استفاده میکنن و هم شرکت ها، ولی زیادتر تا فعلا که مشتری ها داشتیم اینا شرکت های خصوصی بودند. در سالهای اخیر بیشتر جوانان میکوشند که در بخش فناوری کار کنند، زیرا می توانند در این بخش به خوبی رشد کنند. در شرکت خدمات اینترنتی فایبر سد نیز بیش از 60 تن از جوانان کار میکنند و از اینکه برایشان زمینه کاری فراهم شده است خرسند هستند. مدت 8 سال میشه که در بخش ایس پی ما کار میکنم، وظیفه میکنم که در کمپانی های مختلف کار کردیم و مدت یک سال میشه که در امرای کمپانی فایبر سد کار میکنم. در این حال شماره آگاهان امور اقتصادی میگن که اگر زمینه های بیشتر سرمایه گذاری برای زنان فراهم شود، این کار سبب خواهد شد تا از 100 زنان از رهگذار اقتصادی به خود بسندگی برسند و از سوی دیگر آنان در اقتصاد کشور نیز نقش بازی خواهند کرد. زنها هم باید پویایی به خود به خرج بده، بتانند که از این فرصت‌های خوب برای رفاه خودشان و سایر زنان که در فقر زندگی میکنه کار خوب را باید انجام بدن و در مشارکت رشد اقتصادی افغانستان سهیم شوند. مثلا شرکت خدمات اینترنتی فایبر سد میگن کانون در آینده های نزدیک کارباشون را به 34 ولایت کشور گسترش خواهند داد تا شهروندان کشور از خدمات اینترنتی با کیفیت استفاده کنند.